وزارت ارتباطات به تازگی اعلام کرده لیست سفید اینترنت برای کودکان و نوجوانان در حال نهایی شدن است و به زودی از این طرح رونمایی می شود. مدتی پیش عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات اعلام کرد که اینترنت کودکان به زودی با سیم کارت کودکان راه اندازی می شود و در دسترس خانواده ها قرار می گیرد. مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات هم یکی از بخش‌های اینترنت کودک و نوجوان را پاک بودن آن دانسته و گفته رده‌بندی‌های مختلفی برای آن مشخص شده و دسترسی به آنها و انتخابش توسط والدین انجام می‌شود. مقامات وزارت ارتباطات می‌گویند تمام فعالیت‌ها در حوزه اینترنت کودک و نوجوان در اختیار والدین است و هیچ اجباری از سوی سرویس دهنده‌ها و اپراتورها وجود ندارد. بنابراین اگر پدر یا مادری بخواهد اینترنت پاک در اختیار فرزندش قرار بگیرد، می‌تواند سیم کارت کودک را خریداری و بسته‌های مورد نظر را فعال کند. از جمله بخش‌های لیست سفید اینترنت این است که خانواده‌ها می‌توانند دسترسی‌های مورد نیاز خود را که در این لیست وجود ندارد نیز اعلام کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد. وزارت ارتباطات می‌گوید فعال‌سازی اینترنت کودک و نوجوان روی مودم‌های ثابت و خانگی و کامپیوترهای خانگی نیز وجود دارد و کسانی که می‌خواهند می‌توانند از این اینترنت روی کامپیوتر هم استفاده کنند. با استفاده از نرم‌افزارهای مشخص شده برای این منظور، VPN‌ها بسته و جلوی دسترسی به سایت‌های نامناسب گرفته می شود. نسخه اندرویدی اینترنت کودک و نوجوان نیز آماده شده و ظرف یکی دو هفته آینده رونمایی می شود. پیش از سال 94 فروش سیم کارت به افراد زیر 18 سال ممنوع بود، اما پس از آن اپراتورهای تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مجاز شدند سیم کارت‌های مخصوص کودکان و نوجوانان را ارائه دهند. اپراتورها موظف شدند خدمات تلفن همراه را با قابلیت اعمال برخی مدیریت‌ها برای استفاده کودک و نوجوان برای یکی یا چند دسته از خدمات تلفن همراه نظیر صوت، تماس تصویری، پیام کوتاه، پیام چند رسانه‌ای و اینترنت یا اضافه کردن برخی قابلیت‌ها مثل امکان تماس خانوادگی یا گروهی را بر اساس درخواست مشترک فراهم کنند.